سلام سلام سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه، پر انرژی باشید، سالم و سلامت باشید. آخرین روز از تابستون 1431 شهریور ماه هستیم. یک جلسه خیلی خیلی مهم رو امروز میخوایم با هم داشته باشیم در رابطه با بحث محاسبات در مسائل شیمی. یه سری توضیحات کلی باید خدمتتون عرض بکنم، راجع به بحث محاسبات بگم، بعد راجع به اینکه جزوه چجوریه، امروز میخوایم چی کار بکنیم. فقط یه خواهشی که ازتون دارم این که از همین الان تا پایان کلاس خیلی با دقت باشید، چون شاید نکات ابتدایی که میگم برای بعضی ها مثلا شاید آشنا باشه، ولی به طور کلی در نهایت به نکاتی خواهیم رسید که خیلی خیلی مهمن و خیلی ازتون میخوام که دقت به این موضوع داشته باشید. یک دو ساعتی تقریبا باید بشینید، حواستون باشه، کاغذ قلم هم داشته باشید. جزوهتون جزوه کاملیه، یک جزوه بهتون، یعنی براتون توی کجا گذاشتم؟ هیچ جا نذاشتم. جزوه رو ارزم بروزتون میذارم براتون، تو کانال مثلا میگم بذارم یا تو سایت مثلا نمیدونم یه مدلی به دستتون میرسونم. شما هیچی لازم نیست بنویسید، هم خام جزوه هم پرشده جزوه رو براتون میذارن. البته جزوه یک درسنامه به صورت بسیار کامل هم داره که اون هم توی ارزم به حضورتون، اون جزوه که براتون میفرستم هست. ما فقط میخوایم یه جاهایشو پر کنیم با هم. جزوهمون چند قسمت داره، یک قسمت درسنامه داره که کامل همه نکاتی که میخوام بگم و توش توضیح دادم، بعد یه قسمت کار در کلاس داره که امروز میخوایم همونا رو با هم کار بکنیم و من روی اونا توضیحات رو بدم و اون پر شده شو براتون قرار میدیم، و بعدش هم آزمون داره، تمرین داره، آزمونای روزانه 20 تا آزمون براتون گذاشتم که هر روز بتونید خودتون رو چک بکنید بعد از این دوره محاسبات. پس همه چیز در اختیارتون قرار میگیره، اصلا نیازی نیستش هیچ چیزی بنویسید، فقط کاغذ و اینا دم دستتون باشه که اگه من یه چیزی خواستم یه چیزی رو حساب کتاب بکنید سریع بتونید به من جواب بدید، در همین حد کافیه. پس هیچ نگرانی بابت جزوه هیچ چی نداشته باشین، خام و پر شده همه چی خدمتتون داده میشه. این پس از این موضوع. خب بحث محاسبات همینطور که میدونید تقریبا میشه که خب ما 50% سوالات کنکورمون محاسباته و باید حتما از خیلی شاید حتی زودتر و الان باید به فکر محاسباتمون بیفتیم و باید انقدر تلاش بکنیم، تمرین بکنیم که بتونیم سرعت حل مسائلمون رو بیاریم پایین تر و عرضم یعنی ببریم بالاتر، زمانش رو بیاریم پایین تر، چون خیلی موضوع مهمیه. ما 35 سوال کنکور 35 دقیقه بیشتر وقت نداریم، اگه قرار باشه به هر سوال یه دقیقه اختصاص بدیم خب طبیعتاً برای مسئله کم میاد، باید حفظ مفهومی ها رو کمتر بزنیم، باید مسائل رو وقت بیشتری بهش بدیم و بتونیم بیشتر مسئله حل بکنیم. این موضوع خیلی مهمه، ازتون میخوام که حواستون رو خیلی جمع بکنید. فقط یک بحث خیلی جدی و مهم، محاسبات یه چیزیه که زمان لازم داره. یعنی الان من به شما یه جزوه‌ای دادم، توش یه عالمه نکته داره، امروز با هم می‌خوایم کار بکنیم، کلی براتون تست حل می‌کنم، کلی براتون نکته میگم، ولی این به این معنی نیست که فردا شما همه دیگه تو محاسبات خفن شدید، به هیچ عنوان. مثالش مثل این میمونه، من همیشه برای بچه‌ها می‌ذارم من بیام تا صبح مثلا برای شما راجع به موضوع صحبت کنم که چجوری پینگ پنگ بازی کنیم، مثلا نمیدونم سرویس اینجوری باید بزنم، نمیدونم باید مثلا توپو اینجوری مثلا بندازم بالا، اینجوری باید بکن اینجوریه، فورهند اینجوریه، پینگ پنگ بازی کردن بهتون فقط صحبت کنم، بعد فردا ازتون انتظار داشته باشم که شما برید تو المپیک شرکت کنید. تو پارالمپیک هم نمیتونی شرکت کنید، چه برسه به المپیک. پس نگاه کنید، باید تمرین کنید، باید تلاش کنید، باید این حرفایی که من بهتون میزنم رو به کار بگیرید توی مسائل آیندهتون. پس نکاتی که بهتون میگم باید به عنوان کاربرد در مسائل پیاده سازی بشه. اگه پیاده سازی نشه فایده ای نداره. اولا شما من یه جزئی بهتون دادم 20 تا نکته توش وجود داشته، 30 تا نکته توش وجود داشته، یک سری حرفا زدم تمام. خب بعد چی؟ آیا من تونستم از این استفاده کنم؟ خب حالا من برای تمرین گذاشتم، من برای آزمون گذاشتم، آزمون روزانه گذاشتم که این کار رو انجام بدی که بعدش بیای پیاده سازی کنی، میگه آقا این کسب ما تو شیمی بهش رسیدیم، یه دانش شیمی به ما کمک کرد به این محاسبات رسیدیم، حالا دانش محاسباتمون باید به ما کمک کنه اینو حلش کنیم، چون باید گزینه رو بزنیم. پس این موضوع حواستون باشه. من یک صبری از شما میخوام، اگه کسی هنوز تو محاسبات به قدرت نرسیده و بعد از این جلسه میخواد تازه شروع کنه کار کردن، فکر نکنه یه هفته دو هفته میتونه دیگه خدای محاسبات بشه، اینجوری نیست، حتما باید یک بازه مداوم کار بشه، تمرین بشه. برای همین من براتون آزمون روزانه گذاشتم، بهتون میگم هر روز باید مسئله حل کنید، بهتون کلی دارم نکته مختلف میگم. بریم شروع بکنیم، امروز میخوایم چیکار بکنیم؟ عرضم به حضور شما که خب
این جزوه‌ای که براتون در اختیارتون قرار میدم فایلش رو که هم به صورت خام و هم بعد به صورت پر شده بهتون خواهم داد، یه قسمت درسنامه داره که من نکاتی رو که میخوام بگم کامل تو این درسنامه توضیحاتش رو دادم، مثالایی رو نوشتم، حل کردم براتون کامل و عرضم به حضور شما که این در اختیارتون قرار میگیره. من این اصلا میخوام رد کنم، انگار شما اگه خب بعدم خواستید خودخوان نگاه بکنید میتونید داشته باشید، یادآوری کنید مسائلی که من گفتم. قسمت دوم کار در کلاسشه، یعنی یه سری مثلا چیزای خالی که من همینجا میخوام همین الان نکاتش رو بگم بهتون، با هم بحث کنیم، با هم عرضم به حضورتون جلو بریم و بعد اینکه پر شد باز حالا پر شده این رو هم خدمتتون خواهم داد. بعد تو این مثلا تستای کم کم مثلا من حالا بعضی وقتا مثلا از این عبارتای اینجوری براتون گذاشتم، بعد کم کم که بریم مثلا تستای کنکورم براتون قرار دادم، ما مثلا بریم جلو مثلا تست کنکور 1400 ریاضی رو آوردم، نمیدونم تست کنکور 97 مثلا تجربی رو آوردم، بعد دوباره همین عرضم به حضور شما که تجربی 1400 سوالا رو همه رو آوردم که میگم آقا من با این حرفایی که دارم میزنم جاهایی که به دردمون میخوره، جاهایی که لازممون میشه تو کنکور چه جوری باید ازش استفاده بکنیم. پس خیلی میخوام حواستو جمع بکنی، نکاتی که میخوام بگم نکات خیلی مهمیه. آخرش هم براتون کلی تمرین و آزمون و اینا گذاشتم، 20 آزمون روزانه، هر روز بشینی آزمون بزنی مثلا تا 20 مهر مثلا جمع و جورش بکنی، محاسباتت هی عرضم به حضورت که قدرتش بره بالاتر. خب برم اینجا من اولشو بیارم شروع کنم، یه سری همینجور تکنیک آروم آروم با هم میریم جلو. شاید چیزای اولی که بهتون بگم شاید برای بعضیا بگیم خب اینا مثلا شاید تکراری باشه، شاید قبلا گفته باشم، شاید جای دیگه شنیده باشین، ولی اینا کنار هم تکمیل میشه. یعنی من مثلا میگم نکته 10 که بهتون بگم یه چیز خیلی خفنی باشه، فقط میخوام که آروم همه بشینن تا آخر به من گوش بدن، پله پله با هم میریم جلو و همه چیز رو میبندیم و به هم وصل میکنیم. خب اولین موضوعی که میخوام بگم اینه که خوب دقت بکنید تو بحث محاسبات بعضیا خیلی دوست دارن که مرحله به مرحله محاسباتشون رو انجام بدن. خب این کار اشتباهیه. شما اولین کاری که حواستون باید باشه ضرب کردن و تقسیم کردن آخرین مرحله محاسباته. مثلا مول یه چیزو داده من میخوام گرمشو پیدا کنم، صاف تو جلو مولی ضرب میکنم. آقا ضرب نکن، بذار همونجوری باشه. مثلا گفته 0.3 مول نمیدونم کلسیم نیترات دارم، تو میبینی 0.3 ضرب داره 164 و ضربشو انجام میدی. آقا این کار درستی نیست، بنویس همون 0.3 ضرب در 164 باشه، چون این بعدن شاید بخواد تقسیم بر یک عددی بشه، ضرب در یک عددی بشه، با اون 164 ساده بشه. یعنی تو جلوتر رو ببین، تیکه تیکه محاسبه نکن. این پس حرف اولی که میخوام بهتون بزنم، تا میتونید سعی کنید واسه محاسبه کردنتون یه چیزی که مثل این کسی که من اینجا نوشتم اینو برای خودتون در بیارید، آخر میریم سر وقت محاسبه کردن. نکته بعدی اعشارا و صفر رو سعی کنین جدا کنید، یعنی بهش میگم دستبندی کردن. مثلا این رو من نگاه کنید 5 ممیز 8 رو می‌نویسم 58 یه ممیز داره، 80 رو می‌نویسم 8، اون صفر رو با ممیز انگار پرید دیگه. بعد ضرب در 3 تقسیم بر چی 29. خیلی‌ها ببینید میرن مثلا 3 رو تو 24 ضرب می‌کنه یا 58 رو تو 8 ضرب می‌کنه، بعدن باز میاد تقسیم بر 29 می‌کنه. خب اشتباه، باید حواستو جمع بکنی. تو باید مرحله آخر ضرب و تقسیم، الان شما اگه حواستون باشه میگی 29 و 58 با هم ساده میشن 2، حالا میتونم 2 ضرب در 8 16 ضرب در 3 48 رو بنویسم. خب آقا ساده شدن اینها هم خیلی مهمه، یعنی شما باید یک سری دید داشته باشین به ساده شدن عددها، یعنی عددهای مهم رو کم کم باید تو ذهنتون باشه. راجبش باهاتون صحبت میکنم، امروز میخوام راجب جدول ضربم باهاتون صحبت بکنم، نه جدول ضربی که تو سوم دبستان خوندید، جدول ضربی که امروز میخوام یه نکته دیگه بهش اضافه بکنم. خب مثلا بعدی خیلی ساده است، ببین 54 صدم تقسیم بر چی 27. خب حالا ببین 27 رو میدونم با 54 صدم 2 میشه، نه؟ خب جوابم میشه 2 صدم، تمام. خیلی ساده، فعلا خیلی داریم آروم آروم میریم جلو. بعدی ببین 2 ممیز 1 رو من می‌نویسم 21، یه ممیز داره حواسم هست، 80 رو می‌نویسم 8، یه صفر داره با اون ممیزه میخوره، تقسیم بر 84. ببین ضرب در 10 به توان 2 تو مخرج داره، درسته؟ خب حالا ببین اینجا ببین باز چشمت باید به عدد آشنا باشه، میفهمی 21 و 84 با هم 4 میشن؟ خیلی خوبه، خب دیگه راحت 4 رو با 8 ساده میکنی 2 و بعد در نهایت باز جوابمون میشه چی؟ میشه همون 2 صدم، چون یک صد توی
مخرج وجود داره. من همینجا حالا چند تا همینجور رندوم براتون مثلا می‌نویسم. مثلا این یکی ببین 42 در 10 به توان منفی 1 دستبندی دارم میکنم. خب اینو می‌نویسم 15 ضرب در 10 به توان منفی 3. ببین اصلا 10 به توان رو بذار کنار. حالا بعداً من گزینه رو میندازم، یه جاهای دیگه ما اصلا به صفر هم نگاه نمی‌کنیم. جنس عدد رو در میاریم. ولی مرحله به مرحله فعلا با من باش، میخوام تکمیل کنم کار رو. خب 42 و 15 رو میخوام ساده کنم. آقا به 3 فکرم میرسه که این به 3 ساده میشه، نه؟ خب 15 به 3 چند میشه؟ 5. 42 به 3 چند میشه؟ 14. آقا چجوری فهمیدین سری؟ راجع به این به توضیح میدم که چیکار بکنم. ببین من الان رسیدم به چی؟ رسیدم به 14 پنجم ضرب در 10 به توان 2. این دو تا منفی 3 رفت بالا. بعد ببین 14 پنجم من چیکار کنم؟ من میگم بچه‌ها ما اصلا 5 نمیبینیم. 5 چیه؟ 10 دوم ببین. ببین 5 نبین، 10 دوم ببین که این 2 بره بالا تو 14 ضرب بشه، بشه 28، درسته؟ که بعد با اون این 10 هم با اون صده میخوره، یک صفر براش میمونه، میشه 208. بعضی موقع خیلی خودشون رو اذیت میکنن بچه‌ها، این 5 تو مخرج یا 2 حتی تو مخرج بعدن راجبش به توضیح خواهم داد. یا مثلا این مورد 7 ببین، می‌نویسم 42 ضرب داره 9 دهم، می‌بینی؟ خب تقسیم برای چی؟ 84 25 و 2. یک ممیز 10 به توان منفی 2 هم برای 84 بود. خب ببین 42 با 84 باز میفهمم 2 میشه. اینجا حواستو میخوام، خوب دقت کن. ببین 2 25 2 چی میشه؟ 100. 25 هم خیلی خوبه. حتی ما اگه 25 رو جداگانه هم داشتیم، عدد دیگه نداشتیم، ما 25 رو 25 نمیدیدیم، 25 رو 104 میدیدیم. اینا همه رو تو جزوه نوشتم و گوش بده، بعد دوباره بهت نکتش هم میگم. پس ببین 2 و 25 و 2 با 100 هم کلن چی میشه؟ خط میخوره و ما جوابمون کلن همون 9 دهمیه که ترش باقی موند. یا مثلا 8 ببین چی میشه؟ می‌نویسم 54 ضرب در 3 ضرب در 64 ضرب در 10 به توان منفی 2. این ممیز داشت، کشیدم بیرون. یه 2 ضرب در 27 دارم. 2 تا 27 تا 54 تا. خب اینایی که ضربا رو میدونن خیلی بهشون کمک میکنه. بعد میام اینجا میگم ببین شد 3 ضرب در 64 صدم. 3 رو که می‌خوای ضرب در 64 بکنی، 3 رو ضرب در 60 به اضافه 4 می‌کنی. ذهنی حالا میتونی حلش کنی دیگه. 3 تا 60 تا 3 تا 4 تا 3 تا 60 تا 180 تا 3 تا 4 تا 12 تا میشه 192 تا، که انگار با یک بوتو ممیز میشه یک ممیز 92. خب حالا میخوام یه نکته بهت بگم. تو باید مضارب یک سری عدد رو حفظ باشی. یعنی چی آقا باید مضارب یک سری عدد حفظ باشی؟ شما الان همتون جدول ضرب بلدین. خب جدول ضرب نمیدونم یه رقم در یه رقم همه بلدین، حفظ شدین. باید جدول ضرب دو رقمی ها رو هم بلد باشی تا یه حدی. مثلا نگاه کن ضرایب 12 ضرایب 13، من تو درسنامه بعد یه سری چیزا نوشتم. خب نگاه کن 12 دو تا، 12 سه تا، 12 چهار تا، 12 پنج تا، 6 تا، 7 تا، یا 13 دو تا، 13 سه تا، 13 چهار تا، 13 پنج تا، 13 به همین ترتیب. ضرایب 11 12 13 من فکر کنم توی جزوه براتون یه عالمه همجوری، حالا نوشتنش کاری ندارم، مثلا گوشم 14 15 16 ضرایب اینا رو براتون شروع کردم نوشتم تا چند تا، مثلا حدود دیگه مثلا 6 برابر 7 برابر دیگه مثلا به 100 120 میرسه تقریبا تا اونجا. ببین تو آیا سوال من اینه، مثلا میگم توی سوالی 68 میبینی و 51، این آیا برات عدد خوبی به حساب میاد یا نه؟ خوب به حساب میاد یا نه؟ اگر بفهمی که آقا 68 بوده 4 تا 17 تا، 51 بوده 3 تا 17 تا، ببین چقدر خوب رسیدم به 4 سوم. آیا این اتفاق میفته؟ آیا من عددهای مهم رو بلدم؟ آیا مضارب 19، مضارب 17، مضارب نمیدونم 14، مضارب 13، عدد دو رقمی، حالا حتی بیشتر برو آقا 23 نمیدونم بعد 29 مثلا، بلدم اینا رو یا بلد نیستم؟ میدونم 29 تا ضرب در 3 چی میشه که سری سر ضرب بگم آقا مثلا 87، میتونم این کار رو بکنم یا نه؟ اگر این کار رو بتونم بکنم یعنی داره قدرت محاسباتم میره بالا. پس میخوام بهت اصلا پیشنهاد بدم بشین جدول ضرب
دو رقم در یه رقم هم یاد بگیر، کمکت میکنه، ببین چی بهت گفتم، کمکت میکنه، ببین چی بهت گفتم. حالا باز دوباره نشونت میدم تو بحث تمرین ها، الان من بهت نشون میدم. خب ببینید چند تا نکته من بگم، خوب دقت کنید. واسه ضرب و تقسیم های سریع تر یه سری نکات بهت میگم که بتونه کمکت بکنه. مثلا میخوام 24 عدد 108 کنم، فرض کنید به این رسیدم، رقم یکان و اینا هم نمیخوام بزنم، میخوام جواب آخر بدم، فعلا گزینه ندارم، یه جایی مجبورم اینو ضرب بکنم. خب ببینید اینو میسن 24 ضرب داره 100 به اضافه 8 جز به جز. خب یه 24 ضرب داره 100 یعنی 2400 دارم، یه 24 ضرب داره 8 دارم که من باز 24 ضرب داره 8 رو میتونم باز چی بنویسم؟ میتونم بنویسم 8 ضرب داره 25 منهای 1. اگه میخوای اینا فقط تو ذهنت ها خیلی سریع اتفاق میفته، میگه خب 8 تا باز 25 تا 200 تا 8 تا 1 192 میشه دیگه، 200 منهای 8 میشه 2400 به اضافه 192. خب جمع میکنی مشخص میشه 2592. این میتونه یه عدد دو رقم تو سه رقم، خب شما خیلی سریع ضرب کردی، این یه اتفاق. 16 ضرب داره 225. ببین 225 من میمیسم 2 به علاوه 1 چهارم، 2 و 25 صدامه دیگه، 25 صدام میدونیم میشه یه چهارم، پس چرا یه دو رقم در سه رقم ببینم؟ 16 ضرب داره 2 32، 16 ضرب داره 1 چهارم یعنی 4 میشه 36. 18 ضرب داره 3 و 75 میتونم بنویسم 4 منهای 1 چهارم، میبینی یا نمیبینی؟ خب 18 ضرب داره 4 72 منهای 18 ضرب داره 1 چهارم 18 چهارم 18 چهارم، فکر نکنی یا 9 دوم 4 و نیم تموم شد، 72 منهای 4 و نیم که میشه 67 و نیم. 32 ضرب داره 1 و نیم، بچه ما 1 و نیم رو خیلی کار داریم باش، 1 و نیم یعنی خودشو نصفش، خودشو نصفش، نصفشو بریز روش، یا بنویس 32 ضرب داره 3 دوم یا 1 به علاوه 1 دوم، درسته؟ که خب اینم میشه 48. پس این جز به جز نوشتن خیلی یه جاهایی میتونه کمکمون بکنه، اینو داشته باشین. اینا همه پک باید بشه کنار هم ها، همه باید کنار هم پک بشه که بتونی ازش استفاده کنی. خب مثلا تو تقسیم ببین 392 چهارم من میمیسم 400 منهای 8 چهارم. خب حالا نگاه کن، یک 400 چهارم دارم، یه 8 چهارم دارم، میشه 100 منهای 2 98، یا 168 چهارم، چون صفراش که با هم خط میخوره، 168 رو بنویسم 160 به اضافه 8 تقسیم بر 4. خب یه 160 چهارم دارم، یه 8 چهارم دارم، درسته؟ میشه 42. میبینید خب راحت تر میتونیم یه سری کار رو انجام بدیم. خب من اگه بخوام مثلا باز اینا رو توی عبارت ها نشون بدم، بریم دیگه میخوایم تکمیل بکنیم با هم. ببین منو 3 ضرب داره، عرضم به حضورت اینجا قبلش میتونم یکم ساده بکنم، راجع به 22 و 4 خیلی امروز صحبت میکنم برات، کار دارم باهات، تو میتونی همین اول این 4 رو با این 22 و 4 ساده کنی، چون 22 و 4 عدد مهم و معروفیه، ضرایبش و تقسیماشو حتما باید بلد باشی. 4 و 22 و 4 با هم میشن 5 ممیز 6، اینو خیلی دقت کن، چون یه بار نصفش میکنی یه بار نصفش میکنی. این 22 و 4 اصلا من عدد در شرایط STP رو امروز خیلی عجیب غریب باش کار دارم، کلی میخوام بهت نکته بگم. خب 3 تا 5 ممیز 6 تا شد، درسته؟ یا به عبارتی 3 تا 56 تا تقسیم بر 10. خب 3 تا 56 تا رو بنویس 3 تا 50 به اضافه 6 تقسیم بر 10، اینو تو ذهنت انجام بدی یا نری بنویسی 3 تا 50 تا 3 تا 6 تا 150 تا و 18 تا 168 تا که حالا یه ممیزم میخوره میشه 16 و 8. یا اینجا ببین باز دارم میگم جنس خانواده 22 و 4 STP که من دارم، اینجا ببین 448 برام آشناست، چون دو برابر 224، 448 4 108 تقسیم بر 224 در 10 به توان منفی 1، 224 با 448 ساده میشه میشه 2. شما یه 2 دارید، یه 4 دارید، یه 108، یعنی 8 تا 108 تقسیم بره، یعنی یک دهم داریم. خب ببین 8 تا 180 رو من چی بنویسم؟ بنویسم 8 تا 100 به اضافه 8. می‌بینی؟ خب یه 800 دارم، یک دونه 64 میشه 864. یه ممیزم اون پایین داره که میاد بالا میشه 8640. خب می‌بینی چه اتفاقاتی میفته؟ ادامه بدم. بعد تو برای من 14 و 15 رو حل کنی.
می‌نویسم 288. 288 رو می‌بینی؟ در 10 به توان منفی 1 یه 100 داره، میشه در 10 به توان 1 تقسیم بر 24 3. بچه‌ها نیم رو من اصلا دوست ندارم، من می‌نویسم نیم رو 1/2. 1/2 رو بردم بالا، فهمیدی؟ 1/2 میشم 2 رو بردم بالا. خب حالا برم یکم ساده کنم ببینم چی میشه. ببین 288 24 باید اینجا یه ذره تیز باشی. 288 خودش میشه 240 به اضافه 48. آقا چرا این کارو کردم؟ چون میخوام اینو تقسیم بر 24 کنم. ببین حالا 240 به 24 میشه 10، 48 به 24 میشه 2، میشه 12. یعنی ببین من تو با ذهن دارم این کارو میکنم، اصلا نرفتم بشینم بنویسم، عددا برام آشنا داره میشه. 24 و 208 پس شد 12. فهمیدی چجوری حساب کردم دیگه؟ اون بالا حسابش کردم، درست شد؟ حالا بعد دیگه بقیش رو میتونی ساده کنی دیگه. این 3 رو مثلا با این بزنی 4، یک دونه 4 داری، یک دونه 2 داری و 10 داری، در مجموع میشه چقدر؟ میشه 80. درست شد؟ خب حالا برای که ببینم اوضاع چجوریه، فهمیدی یا نفهمیدی، 14 و 15 رو برای من حل میکنی، جواب آخرشو بنویس برای من ببینم چیکار میکنی. برو ببینم چیکار میکنی، زود باش. 14 و 15 رو برای من حل بکنید ببینم که عرضم به حضورتون که داستانتون به چه صورت میشه. برو جلو ببینم. بدو خب پرستو سی و هر دوشو گفته، مرسی. یگانم 15 رو گفته، 14 رو هنوز نگفته. منتظرم من بقیه همه کاراشون رو انجام بدن ببینیم چی کار میکنن. خب این اسماتون رو درست کنین دیگه. الان مثلا یو نمیدونم فلان 11 فلان سخته، پانیز، امیر حسین، بعد چرا قاطی پاتی میگین دیگه؟ همه رو بگین، هم 14 رو بگین هم 15 رو بگین. دارین درست میگین، مرسی. زهرا درست گفته، امیر حسین دومیش رو هم گفت، ممنونم. اینا همه رو من از دل آزمون ها و مثلا محاسبات این ور اونور کنکور رو اینا در آوردم. خیلی هاشم ننوشتم مثلا مال کجا بوده، اونایی که یادم بوده مثلا نوشتم. از این 15 نوشتم ریاضی خارج 97. 14 مثلا شاید مال آزمون علمچی بوده یا مال کنکوری بوده که من یادم نبوده. ایول ایول، مرسی مرسی، ممنون. دو تا یوزر داریم، ازل، متشکر. خب بریم شروع کنیم دیگه، بریم شروع کنیم با هم داستان رو ببینیم چیه. ببین کسی که ضرایب اعداد دو رقمی رو بلده، مثلا 23 هم جزو همین هاست، نه 23 ضرب در 2 46، ضرب در 3 69 ها، به همین ترتیب اگه بلد باشه میدونه 23 ضرب در 5 میشه 115 و میتونه اینو با این بزنه. خیلی فرق میکنه اگه بدونی، خیلی خوبه، اگه نه سخت میشه کارت. خب بعد این در تا منفی دو که کلن با این انگار بره. خب ما الان چی داریم؟ ما یه 11 داریم، یه 745 داریم، یک دونه 10 به توان 2 داریم. خب 11 رو که میخوام تو 745 ضرب کنم، میگم 11 تو 700 تو 40 تو 5. اون صدش هم بعد یادتون باشه دیگه، انگار ضرب در صدش هم بعد بکنم، دو تا صفر بعد بزنم جلوش. خب 11 توی این که میشه انگار 7700، 11 تو 4 انگار میشه 440 و 11 تو 5 هم که میشه 55، که اینا رو با هم دیگه جمع کنین، رقم یک کار شروع کنین همون عدد که نوشتین. فقط دو تا صفر هم من بعد بذارم جلوش به خاطر این صدی که ضرب کردم. و 11 تو 745 یه چیزی بگم، بعد امکان داره ما اینجا گزینه داشته باشیم ها، من الان فعلا حالتی که گزینه داریم و نگفتم، اجازه بدید میرسیم، ما تست میاریم
بعد گزینه میارم براتون، بعد رو گزینه ها هم بازی میکنیم با هم. فعلا فقط دارم میگم فرض کن میخوام جواب خواهیم برسم مثلا، اوکی یکم بیس محاسباتو بچینیم با هم. خب 15 به همین ترتیب 106 ضرب در 63 ضرب در 8 ضرب در 1 ممیز 84 ضرب در 2. ببین خب 2 رو که میتونم با این بزنم انگار 4. کسی که میفهمه 63 و 84 به 21 میخوره خیلی خوبه، اما اول بفهمه، چون این 3 تا 21 این 4 تا 21. اگه نفهمیدین حالا اینجا اشکال نداره، چون 4 تا با 81 میذاریم 21، بعد 21 رو میتونیم با 63 بزنیم میشه 3. 3 تو 106، 3 توی 106 تقسیم بر 10 انگار میشه 3 توی 100 به اضافه 6 تقسیم بر 10 میشه 318 تقسیم بر 10 میشه 31.8. دیگه تقریبا همتون درست گفتید. اینم پس دقت داشته باشید، این موضوع هم دقت داشته باشید. خب بریم چند تا تکنیک دیگه بگیم. برای تبدیل ضرب دو رقم تو دو رقم به یه رقم در دو رقم میتونیم یک ایده هایی بزنیم. مثلا ببین تو میخوای 26 رو ضرب در 15 کنی، به جای که بری زیر هم بنویسی میتونی بگی نگاه کن من میتونم 26 رو نصف کنم 15 رو دو برابر کنم، 26 رو نصف کنم 13، 15 رو دو برابر کنم 30، 3 تا 13 تا ما حفظیم 39 یه صفر داره 390. یه دو رقم در دو رقم ساده ذهنی حساب. یا 35 تو 14 میگم نگاه کن من میتونم 14 رو نصف کنم 35 رو دو برابر 70، 7 490 خیلی راحت شد. 46 تو 25 46 رو نصف کنم 23، 50 رو دو یعنی 25 رو دو برابر کنم 50 بنویسم. 5 تو 23 تا همین الان بالای نوری به ما گفت 115، آره یه صفرم داره. 42 تو 14 خب میتونم بیام بگم این 84 تو 7، 84 تو 7 چون یه رقم در دو رقم اینو ذهنی نمیتونم بگم، آره نمیتونم بگم، ولی چی میگم؟ میگم 80 به اضافه 4 تو 7. حالا ببین 7 تا 80 تا 560 تا، 7 تا 4 تا 28 تا 568 588 دیدی؟ خیلی راحت شد. به جایی که من برم بنویسم زیر هم میتونم این کار رو انجام. یه روش جالب برای ضرب دو رقم در دو رقم هم داریم که اگه به هیچ کدوم از این روش ها نتونستین این کار رو انجام بدین، من همینجوری اینو بهتون پیشنهاد میکنم ببینید اگه خوشتون اومد بعضی موقع میتونین از اینم استفاده بکنین. ولی خب دیگه میگه حالا خیلی چیز نیست، این دیگه کم حالا جنبه مثلا فان هم داره. ببین دو رقم در دو رقم که میخوای بذاری سه تا جایگاه مشخص کن. اول یکان دو تا عدد رو تو هم ضرب کن، اینجا سه اینجا سه، سه ستا میشه نه تا بذار تو یکان اون عدد اون بر. بعد دهگاناش رو تو هم ضرب کن، خب این دوه این یکه، دو یکی دو تا بذار تو انگار عدد سمت چپ اینجا. سه تا جایگاه میذارم، یکانه رو گوشم تو جایگاه اول، دهگانه ضربشون رو گوشم تو جایگاه آخر. حالا یه دور در دور نزدیک در نزدیک اینو برو ضرب کن بعد با هم جمع کن. یعنی چی؟ ببین یعنی این دو تا سه تا شش تا یه دونه سه تا سه تا یه شش بالا شد یه سه پایین شد، نه با هم جمع کن میشه چند؟ نه. جمعش رو بذاریم وسط ضربش همین میشه. امتحان کنیم، میتونیم امتحان کنیم. خب 42 تو 11 مثلا، اینا میتونی مثلا 42 تو 11 رو بنویسی 42 در 10 به علاوه 1. اوکی میخوام این روش رو توضیح بدم. سه تا جایگاه بذار. خب اول یکانا تو هم ضرب بشن 1 و 2 اینجا 2، بعد این دهگاناش تو هم ضرب بشن 4. خب یه دور در دور نزدیک در نزدیک ضرب کن بعد با هم جمع کن. نگاه کن این 4 تا یکی این یه دونه دو تا میشه 6 تا 462. حالا سوال، اگر یکی از این عدداتون دو رقمی شد ما چیکار کنیم؟ همون دو رقمی رو بذاریم؟ نه، اگه دو رقمی شد تو رقم یکانش رو نگه دار، دهگانش رو اضافه کن به خونه قبلی. مثلا نگاه کن 41 ضرب در 23، من سه تا جایگاه میذارم، اول از همه میگم این یک تو این سه ضرب بشه میشه 3 میاد اینجا، این 4 تو این دو ضرب بشه میشه 8 میاد اینجا. حالا دور در دور نزدیک در نزدیکش رو برو، یه 4 3 تا 12 تا، یک 1 2 تا 2 تا میشه چند تا؟ میشه 14 تا. 14 رو که من میخوام بذارم اینجا 4ش رو نگه میدارم 1ش رو خط میزنم به این اضافه میکنم میشه 9، میشه 943. اگه مثلا 24 میشد 4ش رو نگه میداشتم 2 رو به این اضافه میکردم، این 8 میشد 10، همون 10 همون میشه.
72 تو 44. ببین سه تا جایگاه میذارم. خب اول ببین 2 4 تا 8 تا. 7 4 تا 28 تا. این همینجا دو رقم شد، اشکال نداره. خب بعد باز 7 4 تا 28 تا، 2 4 تا 8 تا 28 و 8 میشه 36. اینجا می‌نویسم 36. خب اینجاش از راست شروع میکنم، اینجا 6 رو نگه میدارم، 3 رو خط میزنم، به 28 اضافه میکنم، میشه 31. جوابت میشه 31 68. همین عددی که میمونه دیگه، ضربش همینه. یا 91 ضرب داره 27. نها کن، من با 3 تا جایگاه میذارم، اول از همه این 1 ضرب داره 7 که اینجا میشه این، بعد 9 دوتا هم که میشه 18 تا. خب 9 7 63 تا، با این دوتا میشه 65 تا. 65 رو میذارم، 5 رو نگه میدارم، 6 رو خط میزنم، میدم به این، میشه چی؟ میشه 2 4 5 7 همون عددی که مونده. یا 37 ضرب داره 17. 3 تا جایگاه بذار. خب اول 7 7 تا 49 تا، بعد 3 1 3 تا، حالا 3 7 تا 21، 1 7 تا 28 تا. اینو بذار اینجا، حالا از این ور شروع میکنم. خب اینجا 9 رو نگه میدارم، 4 رو میدم به این ور، میشه چی؟ میشه 32. 32 2 رو نگه میدارم، 3 رو میدم به این ور، میشه 6، میشه 629. اوکی؟ حالا تو ذهنتون میتونین کارو هم انجام بدید، اگر یه وقت خواستید اینم یه روش عرضم به حضور شما. حالا میگم درسنامه‌ش رو کامل براتون گذاشتم که اگه خواستید دوباره بعدن یادآوری بشه بتونید از این موضوع استفاده بکنید. خب هنوز خیلی نکاتمون مونده، گوش بدیم. واسه ضرب تو عدد 5، ما 5 رو اصلا 5 دوست ندارم ببینم، کلا 10 دوم ببینیم بهتره. 5 رو کلا 10 دوم ببینیم بهتره. مثلا من اگه یک عدد زوج رو میخوام تو 5 ضرب بکنم، اصلا ببین عدده رو نصف کن یا صفر بنداز جلوش. 42 تو 5 میخواد ضرب بشه، 42 رو نصف کن، 21 صفر بنداز جلوش، تمام. 152 میخواد تو 5 ضرب بشه، 152 رو نصف کن، 76 صفر بنداز جلوش. 168 ضرب در 5، 168 رو نصف کن، 84 صفر بنداز جلوش، تمام. انگار تو 10 دوم ضرب میکنی. یا اگه عدد فرد بود نصف کن، چون فرد باشه اعشاری میشه دیگه، اعشار رو بردار. نگاه 43 و نیم تو 5، 43 اگر نصف بشه میشه چند؟ میشه 21 و نیم دیگه، درسته؟ بعد شما ممیزشو بردار، همون فقط ممیزشو بردار دیگه، این دفعه نمیخواد صفر بذاری. 89 تو 5، 89 تقسیم بر 2 میشه چی؟ میشه 44 و نیم، ممیزشو بردار. 131 تو 5، 131 انگار 130 خودش میشه 60، میشه 65 و نیم، 65 و نیم صفرشو بر. خب این پس تو ضرب تو 5، کلا میخوام دیدتون نسبت به 5 عوض کنم. یا وقتی میخواین تقسیم بر 5 کنید، تقسیم بر 5 انگار باز ما گفتیم 5 رو چی ببینیم؟ 5 رو انگار 10 دوم ببینیم دیگه، درسته؟ من اگر اینجا مثلا 5 رو 10 دوم ببینم، اگه 10 دوم ببینم، میگم هر عددی بود دوبلش کن یه ممیز بش بده. ببین الان تو اگه اینو 10 دوم ببینی، دو میره بالا ضرب میشه، میشه 54، بعد یه ممیز داره دیگه، 5 ممیز 4. پس ببین عددی که داره اینا تو اسید و باز خیلی بعدن کمکتون میکنه. الان بگم بهتون، اینجا مثلا نگاه 200 تقسیم بر 5، من این عدد رو دوبل میکنم 400، یه ممیز میدم 4000. گرفتی؟ گرفتی؟ این خیلی بعدن کمکت میکنه. یا واسه همین موضوع تو تقسیم بر 2، عدد اگه بخواد تقسیم بر 2 بشه، ببین ضرب توان منفی تو 5 برابر کن ممیز بنداز. یعنی من الان این 100 دیگه مینویسم 500 پالا 5000، درست شد؟ چون انگار دارم تقسیم برای 10 پنجم میکنم انگار، ها؟ میخوام این دیده رو نسبت بهش داشته باشی. خب یه نکته فوق العاده مهم، از بین بردن مضارب 25، یعنی اعشارهای مضرب 25. خوب دقت بکنید ببینید. خب ما میدونیم که برای مثال 25 صدم اگر داشته باشیم میتونیم ضرب در 4ش بکنیم که از بین بره. اگر 75 صدم داشته باشیم بچه ها، ضرب در 4ش خیلی خوبه چون میشه 3. این خیلی نکته مهمی، 75 صدم انگار ما 3 4م مثلا ببینیم. ما اگر نیم داشته باشیم ضرب در 2 بکنیم مثلا 1 میشه. حالا اینا رو باز توی درسنامه براتون کامل نوشتم، تو درسنامه براتون کامل این موضوع رو نوشتم.
حالا بیاین اینجا ما یه چند تا بررسی کنیم. نگاه مثلا من یه همچین کسری رو رسیدم بهش. 12.75 ضرب داره 9، 1.5 ضرب داره 17. میگم اینا اشعار داره. ببین اشعارشو از بین ببرم. چون بالا 75 صدم داره تو 4 ضربش کنم، پایینم تو 4 مجبورم ضرب کنم. یک 4 چهارم من میام تو این ضرب میکنم. 12 و انگار میگم 12 به اضافه 3 چهارم ضرب در 9، این 1.5 هم که انگار حالا 1 به اضافه 1 دوم ضرب در 17. خب خوب دقت بکنید، من با این کاری که کردم یه 4 دارم تو دوتا ضرب میکنم. 4 تا 12 تا 48 تا 4 تا 3 چهارم، 4 تا 75 گفتم میشه 3 دیگه، 48 تا 3 میشه 51، 51 میمونه بالا 9. خب 4 تا ارزم به حضورتون 1.5 میشه 6، 6 ضرب در 17. حالا ببین چقدر شد. خوب 17 با 51 3. کسی که اینو میدونه خیلی عالیه دیگه. نه 3 با 6 اینجا 2 میشه 9، 2 و 2 میشه 4. مضارب 17 مثلا پس مضارب مهمیه، من چند دومین باره که دارم اشاره میکنم. یا مثلا این مورد 17 رو ببینید، یه تیکه 1.25 و 6.25 دارم، یه 4 چهارم اینجا لازم داره، یه 4.5 رو 2.5 دارم، یه 2 دوم اینجا لازم داره. یعنی یه این ور یه ضرب در 4 بکن ضرب. حالا اینا تو ذهنت هم میتونی انجام بدی، مثلا دارم میمیسم ببینی. اگه نه تو مثلا میدونم میدونی 4 تا 1.25 میشه 5. پس یک 4 چهارم اول ضرب میکنم توی 1 به اضافه 1 چهارم و توی 6 به اضافه 1 چهارم. بعد یه 2 دوم ضرب میکنم توی اون 4.5، یعنی 4 به اضافه 1 دوم و عرضم به حضور 2 به اضافه 1 دوم. اینا رو اصلا لازم نیست بنویسیم، من فقط چون میخوام نشونت بدم دارم مینویسم، اگه نه اصلا نیاز به نوشتن نیست. خب 4 تا 1 4 تا 1 چهارم میشه 5، روی 4 تا 6 تا 4 تا 1 چهارم میشه 24 و 1 میشه 25. این که قسمت اولش. خب حالا این 2 دوم تو 4 میخواد ضرب بشه میشه 9، تو 2 میخواد ضرب بشه میشه 5. خب نگاه کن 5 با 5 قد میخوره میشه 9 25. حالا برای 9.25 آقا چه راهکاری دارین؟ برای 9.25 ببین این 9.25 و 25 خوب بود. 25 گفتیم چی ببینیم؟ چی ببینیم؟ 104م. چه خوب گوش میدن. 25 ببینیم 104م، یا تو 44م ضربش کن. تو 44م ضربش کن که این 25 انگار بشه 100، بالا بشه 36 صدم. درست شد؟ تمام. این بس نکته ای که ما واسه این موضوع به شما میگیم، سعی کنید این اشعارهای 25 صدام رو اینجوری از بین ببرید. باز دوباره دارم تاکید میکنم اینا رو باید بعد به صورت پک نگاه کنید ها، اینو خوب دقت. خب یه چیز خیلی خفن بگم بهتون، این نکته خیلی 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 خفن که واقعا از نظر خودم خیلی مهمه. یه سری کسرها رو شما تقریبا بلدین. خب من مثلا بذار من اینجا کاش که یک صفحه سفید حالا نداریم، الان بذار همین پایین چیزی می‌نویسم. روی این یکم فکر کنید جواب یک سوالی که حالا اونایی که بچه‌ای که تو کلاس من بودن و اینا احتمالاً مثلا میدونن، شاید بفهمن دقیقاً کجا رو دارم میگم، ولی خب چون اونجا هم خیلی روز تاکید می‌کنم. تو یک سوالی مثلا فرض کنید ما یک همچین عرضم به حضور شما معادله رسیدیم و می‌خوایم این معادله رو حل بکنیم. خب ببینیم این x چند، یا حداقل فقط جنس x رو ما ببینیم چند. یه معادله ریاضیه. خب بگم بهش نگاه بکنید، میگذر بهش نگاه بکنید ببینید چه اتفاقی میتونه بیفته واسه این که ما بتونیم راحت تر حساب بکنیم. خب من میخوام اینجا باز یکم ذهنت رو ببرم سمت جاهای مهم. یه سری کسر معروف داریم. خب یه دوم که دیگه همتون میدونید نیم میشه طبیعتاً، یه چهارم میدونید 25 صدم میشه، یک پنجم میدونید 2/10 میشه. این خیلی مهمه، ببین چقدر دارم تاکید میکنم. 1/8 میشه 125. این یعنی چی؟ ببین یعنی من اصلا 125 نمیبینم، 125 رو من میتونم بنویسم 1/8 یا جنس 1/8. ببین 1/16 نصفش شد 625/1000. یعنی من 625 اصلا نمیبینم، 1/16 میبینم. خیلی خوبه ها. آقا من میخوام یکی دیگه اضافه کنم، اینو بعدا تو جزوات خود بعد اضافه کنی. ببین
1/32 نصف اینه میشه 0.3125. آخ آخ آخ، گرفتی چی شد؟ 31/25 عدد مهمیه. 31/25 جنس چی داره؟ 31/25 جنس 1/32 داره. یعنی تو وقتی بدونی من جای 31/25 میتونم جنس 1/32 بنویسم، حالا 32 با 32 خط میخوره. این ورم یه 4 داریم یه 2 داریم، جنس x میشه 8. حالا اگه گزینه‌هامون 880 اینا بود دقیق حساب میکنم، اگه نبود نه دیگه. پس ببین من اصلا 31/25 رو نمیبینم، من 31/25 رو 1/32 میبینم. خب این چیز خاصی نیست، یه نکته محاسباتیه که باید قبلا دیده باشی و کار کرده باشی باهاش. یه جاهایی مثلا میرسی تو اسید و باز بچه ها 12 همه چند وقت دیگه شروع میشه دیگه، نه مثلا میگه آلفا برابر با مثلا درصد یونش، میگه 12.5% میرسید کم کم. 12.5% چه عدد مسخره و مزخرفیه. 12.5 من نمیبینم، من 180 میبینم، من جنس یه 8 دارم برای این میبینم. درست شد؟ خیلی کمکتون میکنه تو محاسبات. نمونهش الان همینی که اینجا من براتون نوشتم، نمونهش همینی که اینجا براتون نوشتم. درست شد؟ پس حتما سعی بکنید تا این حداقل دیگه اینایی که براتون نوشتم، هر چی دیگه هم تو ذهنتون اومد احساس کردین آقا مثلا میگه نصف 31/25، حالا دیگه اون دیگه خیلی دیگه عدد بد و بد قلقی میشه، ولی خود 31/25 625 125 اینا عددهای خیلی خوبی هستن که ما باید واقعا بهشون عرضم به حضور شما دقت بکنیم. حالا 1/20 باز 500م، 1/25 مثلا 400م، جنس سوال ما مثلا به سوالی میرسیم جنسش میشه 1/25 دیگه میزنیم دیگه، چون جوابی که توش 4 داره یعنی جنس 4 توش واضح بوده و مشخص بوده. این پس نکته خیلی مهمی اینجا بهتون گفتم. بعد عرضم به حضورتون که خوب دقت کن ببینید مثلا حرفایی که زدین درسته، من بعضی موقع شاید برای پیدا کردن یک سوال راه بهتری هم باشه، ولی من چون میخوام این نکته رو مثلا بهتون توضیح بدم از روش الان میرم، ولی مثلا اون ضربای دو رقم در دو رقم دو رقم در سر رقم شاید روش بهتری براش وجود داشته باشه، ولی من چون خواستم اون نکته رو بهتون بگم گفتم اینا پکن، یعنی باید کنار هم همه اینها رو نگاه بکنید. خب بریم سراغ یک صفحه وحشتناک مهم، یک صفحه وحشتناک مهم در رابطه با بحث عرضم به حضورتون عددهای مهمی که ما تو شیمی داریم. یکیش 22/4 STP، عدد خیلی مهمی که من میخوام چند تا نکته براتون بگم. بیاین 22/4 تا میتونید نصف کنید. این مثلا همه کلاس هم گفتم دیگه، اگه بچه ها که هستن اکثرشون میدونم، اونه که جدیده براشون بیشتر دقت کنم. خب نصفش میکنم 11/2، نصفش میکنم 5/6، نصفش میکنم 2/8، نصفش میکنم 1/4، نصفش میکنم 7/10. خدا وکیلی اگه من قبلا با اونایی که گفتم نمیگفتم، چند نفر میدونستن 22/4 به 7 بخش بذیره؟ خیلی مهمه این موضوع. 22^4 تقسیم بر 7 میشه 3/2، یا 22^4 تقسیم بر 7/10 میشه 32. این 32 هم 2/5 چون این 5 بار نصف شده، 5 بار نصف شده. حالا همه این عددا میشن عددهای خوب. تو اگه توی سوالی مثلا میگم 14 میبینی روی 22400، باید ذوق کنی، نباید اذیت کنی خودتو من نمیدونم چی شد چی نشد الان باز هی نصفش کنم هی نصفش کنم، بعد نمیشه. تو باید خوشحال بشی بگی 14/7 22/4/7 32، 2/32 خط بخوره 16، جواب شد 1. عرضم به حضور شما همچین چیزی. بعد باز این جنسش چی بوده؟ مثلا جنسش 625 داره. راست میگی، میمسم جنسش تو گزینه ها میخوای بزنی، حالا این امکان داره صفر دیگه هم داشته باشه. پس این نکته رو خیلی حواست بهش جمع باشه. حالا 22/4 ضرب در 1/2، 1/2 یعنی نصفش بیاد روش، خب میشه 33/6. با 33/6 خودش ضرب در 2 67/2، یعنی انگار 22/4 اینجا ضرب در 3 شده.
بعد 67 دو ضرب داره 2 میشه 134 و 4. ببین منو نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره چیه؟ نکته خیلی مهم اینه که دقت کن، این عددا تا حالا بارها و بارها تو سوالات اومده، بارها و بارها توی عرضم به حضور شما آزمون‌های مختلف اومده. 3360 لیتر فلان داریم، تو وقتی میدونی 3360 به 224 جنس 15 داره چقدر کمکت میکنه، درست شد؟ خب 224 ضرب داره 2 میشه 44.8، ضرب داره 2 89.6، ضرب داره 2 179 ممیز 2. همین عددهایی که من اینجا دارم بهتون میگم تو کنکور 99 و 1400 بارها تکرار شده. 1792 لیتر گاز فلان داریم، تو وقتی 1792 رو میبینی یا باید بترسی اگه این موضوع ندونی، یا باید خوشحال بشی بگی اه 8 برابر 224 به به چقدر خوب، بیا میخوام سعادت کنم. ها یا 224 ضرب در 7، این تو کنکور فکر کنم 95 یا 96 یه بار اومده بود، 1.568 لیتر گاز داریم. آقا 1.568 اصلا عدد بدی نیست، 7 برابر 224 ای بر دمت گرم. خب اینا چیزایی نیستش که تو یه دفعه سر جلسه بهت الهام بشه، چیزایی که قبلش باید چیکار کنیم؟ دیده باشی، استفاده کرده باشی تو رابطات. خب بریم چند تا محاسبه من کلا بگم، یک عدد دیگه دارم 273 بهتون میگم، 1.6200 میگم، بعد میخوام ببین یک نکته وحشی بگم بهت. اینو داشته باشین تو، چقدر این نکته خفنه که بعد میخوام جلوتر بهت بگم، یک وعده وعید فعلا بهت دادم. بیا اینجا ببین، 22 و 4 6 20 تقسیم بر 32، اصلا من اینو میبینم ذوق میکنم، 22 و 4 به 32 رو میبینم ذوق میکنم، میگم چه میشه 7، میگم باریکلا تام شد، 7 هم ضرب داره 6 ضرب داره 20، این صفره که با این صفره انگار میره، خب جوابت میشه 84. آقا چقدر راحت. بله پس چی؟ تو وقتی میدونی، وقتی نکته رو من بهت گفتم دیگه اصلا بحثی نداریم ما تو این کار. یا اینجا ببین، 4 84 14 22 40، یا میتونم مثلا 224 16 و 8 انگار ممیزش رو بردارم دیگه، ضرب داره 168. خب حالا اینجا ببین، تو اولا که 824 با 168 ساده میشه 2 میمونه، بعد ببین 14 و 224 رو میبینی ذوق باید بکنی. اول من این 2 رو با این بزنم 2، خب 14 به 7 2، این به 7 32، درست شد؟ 2 2 4 به این 8 میشه 1/8، بعد 1/8 هم خوشحالی که میدونی میشه چی؟ 125. گرفتی؟ چقدر پس تو میتونی راحت این موضوع رو پیاده بکنی و باهاش کنار بیای؟ این رو لطفا خیلی زیاد حواستون باشه، یعنی واقعا نکته مهمیه، واقعا نکته مهم و عرضم به حضورتون پر مغز. یه نکته کوچولو بگم، بعضی وقتا 224 خانوادش دوروبر دیده نمیشن، سوالم گفته به تقریب حساب کن. باش، شما مجاز هستید 22 ممیز 4 رو تقریبا بگیرید 22.5 و 22.5 میشه دقیقا 94. ببین این خیلی میتونه به تو کمک کنه تو سوالات تقریبی، یه وقت هست طراح خودش از این عددا اینجا داره استفاده میکنه که تو بفهمی، بعد تو نمیفهمی، نفهم بازی در میاری، میری میرسی 94 بعد بدتر میشه. خب اگه دیدی سوال گفته تقریبی، اگه دیدی گزینه ها به حال مشخصه، اگه دیدی دور و برشون عددی که میخوای وجود نداره، مجاز هستی جای 224 بگیری 94. مثلا میگم من میخوام این مورد 22 رو الان بررسی کنم. خب 22 رو میخوام بررسی بکنم، بذارید من این بالا شکم خلوت کنم، این 8 و 32 که اینجا نوشتم این ور بنویسم. خیلی خب اینا تو هم ضرب که نشدن، بالا رو براتون درست کنم چون بعدن میخوام فایلش رو قرار بدم با این خط خود شد 8. خب ببین 22 میشه 24 ضرب داره 18 بروی،
ببین من 22 و 4 میبینم که اصلا ببین عددهایی که بالا وجود داره 24 و 18 اینا خیلی عددهای خوبی نیستن، یعنی نه به 7 بخش پذیرن، نمیدونم نه مثلا به 56 بخش، چیز خیلی خاصی نیست. میگم نگاه کن همینجا من 22 و 4 رو مینویسم 94، پس یعنی 90 و پایین نگه میدارم، خب طبیعتا 4مش میره بالا. یه 8 دارم، یه 72 دارم، یه ممیزم اینجا براش میمونه. 8 هم انگار با 90 بزنم، حالا بعد با اون میزنم دیگه. اینجا 3 تا ممیز پس بدم دیگه، چون 8 و 70. خب حالا میخوام ساده کنم، حالا ببین میگم 18 با 90 5، ببین چقدر خوب شد 18 با 90 5. میتونم مثلا 24 رو با 72 بزنم 3، متوجه میشین؟ 4 رو با اینجا بزنم چی میشه؟ 2، درسته؟ 5 و 2 تو هم ضرب بشه 10 میشه، از این ممیز میگیره میشه 100 سوم. 100 سوم تقریبا میشه 33 و 33. حالا نکته که هست این سوال من الان عداش یادم، یکی از سوالای قلمچی که باز تو جزوه خودم گذاشتم، یعنی عبارت تو جزوه خودم من در آوردم، جواب سوال 33 و 48 فکر کنم تو گزینه ها که خب داریم میبینیم دیگه، ما با یک تقریب فوق‌العاده خوب طرفیم. پس دقت کن اگر یه جاهای گیر کردی، یه جایی گیر کردی نفهمیدی، میتونی از این موضوع استفاده بکنی. پس اینم من دیگه ببین دل و روده 22 و 4 ریختم بیرون، هر چی باید از 22 و 4 میدونستی برات گفتم، نکات مهمی رو دارم بهت میگم. خب آخرین عدد مهمی که نه دو تا دیگه مونده هنوز 273 که شده، بعد اون نقطه خفنه رو میخوام بهت بگم. ببین عدد 273 برای تبدیل سلسیوس به کلوین عدد مهمیه، خود 273 بچه ها 3 تا 91ه، 91 خودش باز 2 تا 45.5، یعنی انگار میشه 6 تا 45.5. من میتونم 91 باز خود 91 چون 7 تا 13 تاست، میتونم باز بنویسم 3 تا 7 تا 13 تا، باز 3 7 تا میتونم 21 بنویسم، 3 تا نمیدونم مثلا 13 تا میتونم با 39 بازی کنم. اینا فوق العاده خوبن. مثلا یه سوالی ما داشتیم توی یکی از آزمون ها، گفته بود از 45.5 درجه سلسیوس میرسه به 91 درجه سلسیوس، بعد همه بچه آقا این سوالی چه عددی، ما اصلا حلش نکردیم، ما نمیدونم فلانه، اصلا شما اینا رو میبینی و لبخند بزنی، چون من اینا رو میخوام به کلوین تبدیل کنم، این میشه چی؟ میشه 45.5 به اضافه 273، بعد 45.5 به اضافه خود 273، مگه 6 تا 45.5 نیست؟ پس این میشه 7 تا 45.5. 91 میشه 91 به اضافه 273، چون انگار 273 6 تا 45.5، اینم 2 تا 45.5، کلش میشه 8 تا 45.5، کلش میشه 8 تا 45.5. خب بعد تو این دوتا رو تو کس داری میخوای نسبت به هم ساده کنی، خب 45.5 با 45.5 میخوره 7 میمونه با 8، اصلا آدم حال میکنه، اصلا آدم حال میکنه، یعنی چقدر باحال شد، یعنی هر حواسش بوده، اتفاقا تو باید حواست باشه، یه چیزی داده که تو بتونی، یعنی اگه بدونی بتونی حلش کنی، اگه نه سخت میشه. آره واقعا من اگه بخوام واقعا برم 45.5 و 273 رو هم جمع کنم، 92 273 هم جمع کنم، 364 رو اصلا تا صبح فکر کنم نمیفهمم اینا به 45.5 ساده میشن، اصلا نمیتونم بفهمم. ولی وقتی این اتفاق الان من میدونم جنس اینا رو دارم دیگه، چی میخوای از این بهتر؟ دو تا مثال گذاشتم نگاه کن، 12 ضرب داره 22 و 4 ضرب داره، این 91 سلسیوس بوده، 91 درجه سلسیوس بوده که من بازم 273 کردم، تقسیم بر 273 یک ماه از 12 هم که پایین تو مخرج داریم. خب اینا رو یکم بازشون کنم، میگم 12 ضرب داره 224، میمیسم 224 در 10 به توان منفی 1، اون بالا رو نها کن، من اینجا 273 دارم، اینجا 91 بذار 273، 273 مگه 3 تا 91 نبود؟ خب اینجا میمیسم 4 تا 91، تو مخرج می‌نویسم 3 تا 91 برای 273، بعد ضرب داره 112 در 10 به توان منفی 2. حالا بقیه‌ش رو دیگه حساب کتاب می‌کنه، بقیه‌ش رو براتون دیگه حساب کتاب می‌کنه، چون با اون اینا می‌خوام قاطی نشه، با یه رنگ دیگه براتون بنویسم. خب ببین 91 با 91 خط خورد،
بعد دیگه مثلا ساعت 12 و 20 میتونیم توی خط بزنیم 2، 3 رو میتونیم با این خط بزنیم 4، بعد دیگه شما یه 4 دارین، یه 2 دارین، یک ممیز دارین و ممیز هم پایین دارین دیگه. درست شد؟ پس به همین راحتی میتونید کارتون رو انجام بدید. یا پایینی دقیقا همین داستان اینجا بود، یعنی همون سوالیه که من اینجا بهتون گفتم 45.5 دقیقا اینجا براتون بازش کردم. چی بود سوال؟ میگه 2 ضرب داره 22 و 4 ضرب داره 91 به اضافه 273 32 45 به اضافه 273. اولا این 22 و 4 و 32 رو که میبینم باز یک ذوق خاصی تو چشام ایجاد میشه، میگم ای یه هفته هم راحت مفت مجانی، 2 ضرب داره هفته هم. خب بعد ببین من 91 به اضافه 273 شد 8 تا 45 و نیم، 45 و نیم به اضافه 273 میشه 7 تا 45 و نیم. خب 45 و نیم با 45 و نیم خط میخوره، انگار ضرب داره 8 هفتم هم داریم تو قضیه. اه خب 7 با 7 ساده شد و میشه 1 و 6. ببین چقدر خوب شد، خدا وکیلی خوب نشد، وجدانن خوب نشد. حالا من اگه میخواستم واقعا 45 و نیم و 273 90 و 273 جمع کنم چه جوری باید ساده میکردم میتونستم به این برسم؟ ولی وقتی میدونم الان دارم میبینم من تو این عملا همزمان دو تا نکته اومد تو، هم دارم راجع به 273 صحبت میکنم هم 224 رو صحبت کردم. درست شد؟ پس خیلی لطفاً حواستون رو به این موضوع جمع بکنید. خب آخرین عدد مهمی که میخوام بهتون بگم هم عدد آووگادروه، 6.2 در 10 به توان 23، 6.2 در 10 به توان 23 عدد آووگادرو. خب ببین من از 3.1 شروع میکنم، هی تو عددهای 1-2-3 تا آخر ضرب میکنم. خب ببین ضرب در یکش میشه 6.2، ضرب در دوش میشه 9.3، 12.4، 15.5، 18.6، 21.7، 24.8، 27.9، 30.10 یا 30.1 دهم، 33.11، 36.12، 39.13، 42.14، 45.15، 48.16، 51.17، 54.18، 57.19، 60.20. ببین اینا رو من تا 3.1 و تا 20 ضرب کردم. 3.1 و من تا 20 چیکار کردم؟ ضرب کردم. حالا چرا این کار انجام دادم؟ مهمه. مثلا ببین من تو سوالی دارم راجع به 4.515 مثلا عرضم به حضور شما صحبت میکنم، بعد تقسیم 6.2 میخواد بشه. خب تو نمیفهمی، میگه چه عدد بدیه. یا مثلا یک سوال هست میگم 3.913 مثلا 913 ضرب داره 10 به توان 22 تا مثلا مولکول دارم، میگه این چه عددی، الان من چی تقسیم برای 6.2 کنم؟ در حالی که عدد کاملا عدد خوبیه. چرا؟ چون من میگم 3.1 اگر ضرب داره 13 بشه به این میرسه، 6.2 ضرب داره 3.1 ضرب داره 2 بوده. خب نسبت دارم با هم دیگه، راحت میتونم بفهمم. میگم 45.15 7.5 برابر 6.2 بیس رو پس میذارم 3.1 و همه رو نکن 3.1 این 3 تو هر عدی ضرب بشه 1 هم تو هم عدی ضرب داره میشه دیگه، اون برای 5 رو میبینید. درسته؟ خب چند تا مثال بزنم. ببین 4.515 ضرب داره 10 به توان 22 ضرب داره 24 تقسیم برای 6.2 ضرب داره 10 به توان 23 ضرب داره 45. خب من نگاه کن هول نمی کنم، الان 4.515 بد نیست، واقعا عدد خوبیه. به فرم 45.15 بنویسش، راحت ترم تازه میشی. بنویس 45.15 انگار چون میشه 10 به توان 21 میمونه ازش، ضرب داره 24 تقسیم بره اینو 6.2 ضرب داره 10 به توان 23 ضرب داره 45. خب رنگ عوض کنیم. ببین منو میگم این دو تا 3.1، این 15 تا 3.1. خب 3.1 با 3.1 ساده میشه، 15 به 2 میمونه دیگه. حتی 15 رو میتونم باز بیام با این 45 اینجا بزنم دیگه، عملا درسته که انگار یه 3 بمونه، بعد این 2 و این 3 میشه 6 با این یه 4 میمونه، اینم که کلن یک 100 میمونه، جوابمون میشه 400. دیدی چقدر خوب شد؟ یا مثلا این 26ه، نها کن الان 26 رو بریم چی گفته؟
میگه 39 391 مایز 3. من اینو اولا می‌نویسم 39 13 ضرب داره 10 به تمام می‌کنم 22، چون می‌خوام به جنس این عددی که بالا نوشتم. ببین منو همینجا روش انجام میدم این کارو دیگه. 6 و 2 صدام رو می‌نویسم 2 تا 3 و 1 صدام. 39 ممیز 13 رو چی می‌نویسم؟ 13 تا 3 و 1 صدام. بعد 3 و 1 صدام با 3 و 1 صدام خط می‌خوره. 91 میدونم 7 تا 13 تاست، میبینم ذوق میکنم 7، درست شد؟ بعد 7 و 56 رو باز ببین خوشحال باید بشه چون 800 میشه. این با این میشه انگار با 100، درسته؟ بعد بقیش هم دیگه 1 56 صدومه یک دونه ارزم به حضور. این 22 بود البته، اینجا یک صفر فقط میمونه روی 70. اوکیه؟ این هم میشه 8000، درست شد؟ پس خیلی نکته مهمی بود راجع به این بحث عدد آووگادرو که بهتون گفتم. اینو لطفاً پس عددهای مهمی هم که ما در کنکور داریم رو خوب تو ذهنتون داشته باشید که به هر حال محاسبات میخواد انجام بشه و کاری که ما میخوایم انجام بدیم و بتونیم روش پیاده سازی بکنیم. خب یک عرضم به حضورتون، 5-6 دقیقه میخوام استراحت کنیم، سری برگردیم. نکته‌ای که میخوام بگم خیلی نکته مهمیه، حواستون به این موضوع باشه. من یک بحث تناسبی رو میخوام اینجا مطرح بکنم براتون، خب که باش کلی میخوام مسئله بگم. 5 دقیقه استراحت بکنید. چند الان 20 ممیز 6 دیگه، ساعت 8 و 6 دقیقه. آره اگه گفتم به ممیز هم نگاه کنم. یه 5 دقیقه استراحت بکنید برمیگردیم.